ویدیو همه وبینار رو از ریکورد میشه و میذاریمش روی کانال یوتیوب که لینکش اینجا میذارم. و اینکه اگر که سابسکرایب بکنی خب کانال ما ولیدیت میشه، بقیه افراد هم میتونن بیان این اطلاعات و استادشون استفاده کنن. تا اینجا که من دیدم ایسه جالب اینکه 38% ویو از ریکامندیشن یوتیوبه و اگر که خب لایک و کامنت بذارین کانال ما بیشتر تو ریکامندیشن یوتیوب هم نمایش داده میشه. خب ما خوشحال میشیم که بیشتر آدم های بیشتر بتونن از این تجربه بچه ها استفاده کنن. خب میتونیم شروع کنیم. قنچه استارت بزنه، از بک‌گراندش بگه، داستانش و اینکه چی شد که اصلا آلمان انتخاب کرد و مهاجرت کرد به آلمان. ایوان مرسی، دمت گرم. خب سلام اول به تمام 33 نفر بیننده الان و بیننده های بعدی توی یوتیوب، از این سلام رسمی ها خواستم بکنم. مثلا خب از اینجا بگم که الان من کیم، کجام، چی کار دارم میکنم. من قنچه طاووسی هم، توی برلین آلمان به عنوان مدیر محصول دارم کار میکنم توی یه شرکتی به اسم Proven Expert که کارمون در اصل مجبورم انگلیسیشو بگم ولی بعدش ترجمهشو میکنم، Online Reputation Management Team، که اگر هر شرکتی، هر SME بخواد Reputation فضای مجازیش رو کنترل کنه از طریق شرکت ما انجام میده. ما خودمون ریویو رو انجام نمیدیم، از طریق user generated content review ها درست میشه و بعدش بر اساس اون ما امتیاز بندی رو اینا میکنیم. این شرکت فعلیه که الان توش مشغول به کار هستم و کار من اونجا بیشتر در مورد بخش استراتژی کل محصولمونه که کجا بریم، از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت و اینا. توی تیممون الان من هستم به عنوان هد این بخش و هد پروداکت و به جز من 4 تا دیگه پروداکت منیجر داریم که دوتاشون جونیورن، دوتاشون پروداکت منیجرن و هر کدوم مسئول یک بخشی از سرویسمون هستن و به این صورت الان توی این شرکت فعلی کار میکنیم. مدلی که شرکت فعلی هستش از نظر ساختاری این شکلیه که ما سرویس تیم داریم، یعنی مثلا اسپاتیفای مدل و اسکواد و اینا نیستیم. مثلا یک تیم دیولپمنت داریم، یک تیم پرادکت داریم، یک تیم کانتنت داریم و همه اینا جدا جداه که به طرز عجیبی من توی هیچ کدوم از این تیما نیستم. از نظر پوزیشنی من توی تیم پروداکت نیستم، من توی یک تیم یعنی توی جزء این گروه ها در حال حاضر نیستم. حالا شاید در آینده جا به جا بشم برم توی یکی از این تیما ولی فعلا نیستم. این بود یک خلاصه از این که الان دارم چی کار میکنم. به نظرم بد نیستش که بگم قبل از اینجا کجا بودم، چون که فکر کنم شاید مرتبط تر باشه به بحث امروزمون، به خاطر اینکه اولین شرکتی بود که من به صورت رسمی و دائم توی آلمان باهاش کار همکاری میکردم. اسم شرکتمون دالیا ریسرچه و تنها شرکتی هستش که مارکت ریسرچ رو به صورت از اول تا آخر خودش انجام میده. احتمالا خیلی ها نظر بازار رو بشناسن. اینجا یک بخشی از کاری که دالیا ریسرچ میکرد خیلی مشابه کاریه که نظر بازار میخواست انجام بده. حالا یه کمی مثلا اگر بخواید دیتیل بیشتر بگم در مورد دالیا ریسرچ، ما چند تا بیزنس لاین داریم، من ندارم دیگه، شرکت داره. چند تا بیزنس لاین مختلفه که از چند بخش مختلف ما دستور میگیریم برای انجام ریسرچ. از دستور منظورم اینه که یا پروژه است یا از طریق دولته، یا اینکه خودمون یک ریسرچ رو میخوایم انجام بدیم، یا اینکه از طریق یک شرکت گنده یا کوچیکیه و شروع میکنیم در مورد اون مبحث ریسرچ انجام دادن و بخش مختلفی داره که چطور این ریسرچ انجام میشه.
و این شرکتی بود که من باهاش شروع کردم به همکاری به صورت ریموت اول و بعدش اومدم. توی تایمی ایسه دوره ها رو میرفتی میزنی تو آلمان قبل از اینکه اصلا این جاب رو بگیری، یکم میشه راجع اون توضیح بدی که اصلا چه نیازی دیدی که این دوره ها رو میرفتی آلمان میزنی بعد برمیگشتی و بعد چجوری تونستی از این کمپانی جاب آفر بگیری و شروع کنی ریموت کار کردن براشون؟ ببین چند تا چیز جالب که بگم در این مورد اینه که یک، این شرکتی که من باهاش شروع کردم به همکاری از طریق هیچ کانکشنی نیومد، یعنی این شکلی نبود که بگم اوکی مثلا به خاطر این دوره‌هایی که توی برلین می‌گذروندم مثلا اونا رو میشناختم و بعدش رفتم باهاشون همکاری کردم، یا یعنی اینکه نه مثلا یکی منو معرفی کرد اونجا و بعدش من با اینا تونستم همکاری کنم. یعنی و این یه بخششه. یه بخش دیگه‌ش هم این که من توی رزومم هیچ کدوم از اون دوره‌ها رو نیاوردم، چون به نظرم هیچ ارزش واقعی نداشت. مثلا چه میدونم، مثلا میمونه که کسی که الان این وبینار شرکت کرده بره تو رزومش بنویسه من وبینار فلان شرکت کردم. من نیاوردم هیچ کدوم از اون دوره ها رو توی رزومم، چون به نظرم خیلی به نظرم برای من پشتوانه کاری که کرده بودم و خودم اون چیزی که مثلا داشتم توی تستا به شرکت نشون میدادم چیزای مهمتری بود از اینکه حالا بدونم چند تا دوره من گذروندم. واسه همین شرکت هیچ اطلاعی در مورد اونا نداشت. و راستش دلیل اینکه من خیلی میومدم برلین بود که من واقعا عاشق برلینم به طرز خیلی عجیبی و فقط دنبال یه بهونه‌ای بودم که بیام اینجا و بتونم ویزا بگیرم که مثلا بتونم مثلا 2 هفته 3 هفته بمونم برلین. حالا این میتونست به دلیل این باشه که مثلا من اومدم اینجا یه دوره‌ای ببینم، یا میتونست به دلیل این باشه که من دارم یکی پرسید توریستی رفته بودی، توریستی هم اومده بودم زیاد، ولی توریستی معمولا ویزای کوتاه‌تری میدن، تو باید مثلا یه دلیل سفر خیلی مثلا ریز سفره تو باید مثلا میدادی بهشون و اینا، باید تعریف قشنگ مثلا 1 هفته بهت میدادن. خب من میخواستم مثلا مدت طولانی تر بمونم، واسه همین یا دوره ثبت نام میکردم که خب مثلا خود دوره یه ماه بود، بعدش هم مثلا میگفتم 3 روز این ورش 3 روز اون ورش که زیادتر بمونم، یا اینکه مثلا شروع میکردم با یه شرکتی یه کار پروژه‌ای انجام دادن که اونا برام دعوتنامه بفرستن که بتونم باز بیشتر بمونم. دلیل اصلیش این بود. خب بعد اینکه چطوری از اون کمپانی جاب گرفتی، جاب آفر گرفتی و کارتو گفتی بوده 6 ماه ریموت کار کردی بعد رفتی آلمان، این پروسه چجوری بود؟ هی مثلا اپلای میکردی یا تو همون دورایی که رفته بودی یه سری تونستی مثلا کانکت بشی و نتورک بسازی و از طریق اونا تونستی این جابو بگیری؟ ببین راستش همونطور که گفتم این شرکتی که من باهاش شروع به همکاری کردم دالیا هیچ دیتایی نداشت از این که من اون دوره ها رو گذروندم یا مثلا قبلش برلین بودم و اینا. و اینترویوات کمک میکرد؟ یعنی به نظر خودت اون دوره ها مفید بود برای اون انترویو ها یا نه؟ آره هر دوره ای که مفید هست به هر حال آدم یه چیزی یاد میگیره توش، یه جوری آدم یه چیزی یاد میگیره تو دوره به هر حال. ولی میخوام اینو بگم که هیچ کمکی واقعا نکرد توی پروسه گرفتن کاره. یعنی مثلا این شکل نبود که بگه شرکت بگه که آها این چون اون دوره رو گذرونده پس بگیریمش، یا مثلا شرکت بگه که آها این چون فلان کسک معرفیش کرد، چون همچین اتفاقی اصلا نیفتاد. شرکت تا مثلا دیسه نمیدونست من قبلش مثلا برلین دوره دیدم یه چیزی. و پروسه که کار گرفتم خیلی شبیه به خیلی های دیگه، من از توی گلاسدور شرکت رو پیدا کردم و در مورد شرکت خیلی تحقیق کردم، در مورد شرکت رفتم قشنگ خوندم، در مورد ویژنشون، در مورد همه چیزشون، بلاگ شرکت رو کلی خوندم و دیدم من واقعا دلم میخواد برای این شرکت کار بکنم، واقعا دلم میخواد جزوی از این شرکت ها باشم، به نظرم خیلی باحالن. و از اونجا اپلای کردم و شاید بشه گفت حتی اصلا یه تیری در تاریکی طور هم اپلای کردم. یعنی خب من هیچ، یعنی راستش رو بخوای واقعا اون موقع من نمیدونستم که پروسه ویزای کاری گرفتن اصلا چه جوری و چه شکلی خواهد بود و داستانش چی میشه و اینا. فقط این شکلی بودم که
داشتم میگشتم همینطوری مثلا دنبال کار توی خارج از ایران تو گلاستور همینطوری، و یکی از دلایلی هم که داشتم دنبال این میگشتم این بود که من میخواستم اینا رو حالا جواب میدم، این سوالی که توی چت داره پرسیده میشه. من اون موقع نوآوا کار میکردم و توی نوآوا من میخواستم یه دونه جاب پست بنویسم برای پروداکت منیجر. واسه همین رفتم تو گلاستور شروع کردم گشتن دنبال مثلا جاب پست های پروداکت منیجر، و قصد واقعی اصلا به نیت اپلای بریم گلاستور نبود، واقعا شکلی بود که ببین پس واقعا انقدر کار زیاده و انقدر پروداکت منیجر زیاد میخوان، و بعدش مثلا شروع کردم که اوکی خیلی از اینایی که دار اینجا لیست کردن و اینا شبیه منه، من یعنی واقعا کسی من مثل منو میپذیرن. بعد شروع کردم مثلا اینجا رو اپلای کردم، یه چند تا شرکت دیگه هم همینطوری که مثلا اپلای کردم، و وقتی اونا به هم زنگ زدن و مثلا شروع کردن مصاحبه کردن و اینا، بعد تازه برام شکل بود که ای پس جدی جدی میشه، جدی جدی مثلا منو میپذیرن، قبول میکنن، و از اونجا شروع شد که مثلا یه کمی جدی تر گرفتم قضیه رو. من چت رو باز کنم که بتونم بخونم. من اینش ازت سوال میپرسم قنچه، میخوام دیسترکت نشی از توضیح از استوری خودت، اگر که یه توضیح در مورد اینکه چجوری برای اینترویو آماده میشد اینا بگی که عالی میشه. ببین یه چیزی که یه سری تریک هست حالا مثلا برای اینترویو آماده شدن، به نظرم خب خیلیش واقعا عضل سازی میخواد، یعنی مثلا شما باید مثلا چه میدونم 50 تا اینترویو بری، مثلا 50 تا ویدیو اینترویو مثلا از این تو یوتیوب پره ببینی، بعد خب چیز میشه مثلا عضلاتشو میسازی. ولی از یه طرف دیگه هم یه سری مثلا تریک داره، یه سری مثلا سافت اسکیل تور داره که مثلا من سعی میکنم انجامش بدم. مثلا قبل از اینکه من اینترویو برم تو اینترویو در مورد شرکت خیلی میخونم، سعی میکنم سوالی در مورد شرکت تو مغزم نباشه که مثلا بتونم جوابشو پیدا کنم و نکرده باشم. یعنی خب یه سری سوالا هستش که مثلا نمیشه اصلا جوابشو آنلاین پیدا کنی دیگه، باید بری مثلا تو مصاحبه بپرسی، ولی هر چیزی که مثلا بتونم پیدا کنم و سعی میکنم این کار بکنم. در مورد مصاحبه کننده ها هم میرم خیلی تحقیق میکنم، یعنی قشنگ در به مرز استاک کردن شاید، ولی قشنگ میدونم که مثلا اون شخصی که الان داره با من مصاحبه میکنه مثلا الان خودش 6 ماه هم اومده اون شغل، یا این که مثلا نه 5 ساله داره تو اون شرکت کار میکنه. یه سری آماده شدن این شکلیه. و البته برای پوزیشن من با محصولشون خیلی کار میکنم، یعنی قشنگ محصول رو برمیدارم تست میکنم، پوینت هایی که به نظرم خوبه رو مینویسم، پوینت هایی که بده رو مینویسم، فکر میکنم مثلا خب اگه من باشم اونجا واقعا چه تغییری میدم تو این محصول، چون احتمالش خیلی زیاده که مثلا حالا حتی تو مصاحبه اول نه، ولی تو مصاحبه دوم سوم همچین سوال هایی ازت بپرسن. خب حالا میلاد اون خبر خوبی که به من گفتی با بچه هم شیر کن، خوشحال بشن. من بچه خیلی اتفاقی یکی از اعضای گروه رو معرفی کردم به شرکتمون و دو روز پیش از اینجا یه آفر گرفت و کار ویزاش رو داره انجام میده که احتمالاً تا اپریل بیاد تو همین تیمی که من دارم کار میکنم کار بکنه، و خیلی هیجان زدم و میخوام که بگم به همتون که شرایط کرونا رفع شده، همه کارا خیلی باز شده، خیلی اوضاع بهتره تا مثلا 3-4 ماه پیش که من خودم مثلا سعی میکردم که دنبالی شغل جدید بگردم و منصرف شدم و تو همین شرکت موندم، ولی خیلی اوضاع بهتر شده الان. خیلی شرکت ها دارن وام میگیرن، من همینجوری میشنوم این طرف اون طرف، حتی شرکت هایی که مثلا خیلی هم چیز نیستن، خیلی هم ضربه خورده بودن اصلا حتی از کرونا. خلاصه خیلی اوضاع داره خوب میشه و یکی از بچه هایی که نزدیکمون هم هست احتمالا این چند وقت دیگه میاد اینجا پیش ما. ایوه بالاخره میلاد we did it.
اجازه من واقعا من همینجور این چیزی بگم که میلاد خیلی واقعا سپورت میکنه، هم بچه های گروه ها، همین که خیلی به من انرژی میده، میگه سحر الان مثلا قنچه میلاد معرفی کرد، گفت آره مثلا خانوما رو دعوت کن، مثلا خانوما خیلی اعتماد به نفس ندارن که مثلا اپلای کنن، مثل پسرها اینقدر جسور نیستن، ولی من خودم خیلی اصلا اینطوری بودم که حالا واقعا الان که قنچه داشت میگفت قشنگ همه این لحظه ها برای منم بود که حالا من اپلای کنم، من اصلا انتخاب میکنن نمیکنن، یعنی من همش این زمزمه های ذهنی رو کلم دارم که اوکی مثلا من اصلا خوب انقدر I'm not good enough همش، یعنی اصلا این مدلی هم. ولی وقتی که اصلا با میلاد حرف میزنم یا اصلا چیزی که قنچه میگه اصلا اینجوری شدم که خب بالاخره منم میتونم توی کمپانی کار کنم، یه جایی هست که واقعا من رایت مچم برای اونا و خب خیلی خوشحال میشم. من یه تایم خیلی کوتاهی با قنچه همکار بودم تو تهران، ولی فکر مثلا تو حد چند هفته بود که با هم دیگه همکار بودیم، ولی خب یه انرژی عجیب غریبی داره قنچه و یه انگیزه عجیب غریبی داره واقعا کلا. ای بابا ای بابا. یه سوالی قنچه، من خودم خیلی برام این مسئله سواله و فکر میکنم هم سوال مفیدی باشه که بپرسم ازت. من خودم حسم اینجوری که پروداکت منیجر و پروداکت اونرها حتی مثلا شرکت به شرکت وظایفشون فرق میکنه، حالا چه برسه به کشور به کشور. نظر تو چیه؟ تو همچین چیزی رو حس میکنی؟ و اگر که آره، فرض مثلا وظایف روزانه‌ت الان چیه توی شرکتی که کار داری میکنی؟ یه ذره توضیح بدی. ببین یه چیزی که خیلی 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 به نظر من مهمه، اول خیلی خوشحالم که گفتی پروداکت منیجر و پروداکت اونر، به خاطر اینکه اولا باید خیلی تفاوت بین این دوتا قائل بشیم. میدونم که اوکی درسته خیلی وقت ما خیلی جاها تفاوت قائل نمیشیم، مخصوصا وقتی تیما کوچیک‌تره. معمولا میگیم خب یکیه که مسئول کارهای پروداکته، مثلا دیگه اینکه پروداکت اونر پروداکت منیجر اینا رو خیلی وقت نمینهیم به تفاوتاشون، ولی خب خیلی مهمه که این دوتا رول مختلفیه و توی شرکتایی که بزرگترن و خیلی تکنولوژی دریون تر از پروداکت دریون تر، یعنی خیلی بیشتر به بخش تکنولوژی اهمیت میدن تا به بخش مثلا پروداکت. حالا اینم بررسی میگم که مثلا چند مدل میتونیم ما پروداکت داشته باشیم. بیشتر مثلا پروداکت اونر رو خیلی خیلی جدا میکنن. توی سری شرکت ها همچنان نه، نقش پروداکت اونر رو هم همچنان پروداکت منیجر بازی میکنه. ولی بازم این سوالت رو خیلی دوست داشتم بخاطر اینکه اینی که گفتی شرکت به شرکت مختلفن، واقعا شرکت به شرکت مختلفه. یعنی تو نمیتونی مثلا پروداکت منیجری که داره توی چه میدونم یه شرکت فینتک کار میکنه رو خیلی راحت نقش و وظایفش رو مقایسه کنی با یه پروداکت منیجری که مثلا داره توی شرکتی که کاملا اند یوزر فوکسته مقایسه کنی. یعنی اصلا چیزایی که باید اون شخص بلد باشه خیلی فرق میکنه. مثلا من خودم میدونم من توی فینتک نمیتونم برم دیگه، من اگر بخوام وارد حوزه فینتک بشم، اگر یه وقتی این اتفاق بیفته، من اپلای هم بخوام بکنم پوزیشن جونیور رو اپلای میکنم دیگه، نمیرم پوزیشن هد و پروداکت لید رو اپلای کنم، بخاطر اینکه من اون دانش و تواناییشو ندارم. و خب این حتی به شرکت به شرکت داره فرق میکنه، اینداستری به اینداستری داره فرق میکنه. یا مثلا توی شرکت قبلی من رولم باز مثلا تایتلم همین تایتل الانم بود، ولی خب توی شرکت قبلی من در اصل تایتل اینترنالم بیزنس لاین اونر بود، یک بیزنس لاین دست من بود. این میشد شامل این که مثلا من تعریف کنم پروداکت کیه چیه کجا میره از کجا میاد و اینا، ولی همچنان باید مثلا کار این استراتژی مارکتینگ و کانتنتمونم هندل میکردم، از یه طرف دیگه باید ساپورت رو هم هندل میکردم و کل تک تیمی که داشتیم و دیزاینرمون رو، یعنی کل این چیزا رو جزو وظایف من بود که من مطمئن بشم که همه چی داره درست کار میکنه. توی شرکت جدیدمون پروداکت منیجر هایی که داریم بر اساس بخشی که تقسیم میشن وظایف مختلف
مثلا یک پروداکت منیجر داریم برای بخش بی تو بی مونه و بیشتر کارای بکند رو هندل میکنه و کارش معمولا اینه که با سیل با بخش سیلز خیلی درگیره به صورت روزانه، یا مثلا دو روز یه بار باهاشون جلسه داره، از اونا میگیره که مثلا بیزنس یوزرامون چیا میخوان، بعد میاد تحلیلشون میکنه، تیکت مینویسه، پاریتایز میکنه، اونا انجام میدن. ولی خب مثلا بخشی که مثلا بیشتر کار بی تو سی مون رو انجام میده، کسی که مثلا پروداکت منیجری که بیشتر روی بی تو سی تمرکز داره، اون فقط این شکلی نیستش که مثلا هر روز زنگ بزنه از یوزر رو بپرسه که اوکی مثلا تو شما چی میخوای من دیولپ کنم دیگه، چون مثلا با اند یوزر خیلی فرق داره اوزاش. و این شخصمون هم بیشتر کاری مثلا فرانت اند رو هندل میکنه و خب خیلی باز اینجا مهم میشه که از کی چی مثلا ورودیش چی باشه. و این خب خیلی با من، این شخص خیلی با من بیشتر کار میکنه که استراتژی مثلا پروداکت رو بفهمه، که بعدش بر اساس اون مثلا ایدیشن داریم، جلسه ایدیشن داریم که ببینیم که مثلا بر اساس استراتژی محصول قراره چه فیچرهای کوچولوتری دیولپ کنیم که بعد مثلا این میاد هندل میکنه اون فیچرها رو، مثلا چطوری تیکت بشن، چطوری بره توی دیولپ. مرسی. من یه توضیح بدم. من از قنچه قول گرفتم ما یه وبی داشته باشیم که کامل راجع به پروداکت منیجمنت صحبت میکنیم، میگیم مثلا این رولش چیه، چه وظایفی دارن و اینکه چطوری میتونی آماده بشی برای اپلای کردن این پوزیشن تو کشورهای حالا اروپایی. برای همین اگه سوالات مرتبط با پروداکت منیجمنت، اونر و دیگه پروژکت منیجمنت دارید، اینا رو همه رو میتونید اون یکی وبینار از قنچه بپرسید. خب پس تا اینجا رسیدیم یه چیزی، من یه پوینتری اینجا بگم با توجه به این که گفتی، حالا آره دقیقا یه جلسه باید کامل بشینیم در مورد این صحبت کنیم، ولی فقط الان به عنوان هدلاین اینو توجه داشته باشین که اگر دارین یک پوزیشنی میبینین که نوشته پروداکت اونر میخواد و شما تایتل رزومتون پروداکت منیجره، برای اون اپلای نکنین، برین تایتل رزومه رو عوض کنین، یه کمی کل رزومه رو یه دستکاری ریزی بکنین بعد اپلای کنین. یعنی درسته که شاید از نظر توانایی شما بدونی که مثلا میتونی کار هر دوشو انجام بدی، ولی برای شرکته یه کمی، مثلا من خودم راستش یه کمی مثلا اگر رزومه ای ببینم که داره مثلا برای پرادکت منیجمنت اپلای میکنه ولی تایتل رزومش پرادکت اونره، من یه بایس منفی میگیرم، خودآگاه یا ناخودآگاه. اینو فقط خواستم بگم. مرسی، ممنون که گفتی بانچه. یه سوال دیگه که خب خیلی بنظر مهمه، شاید یکی از ترسای بچه ها برای اپلای کردن پی ام همین باشه که اوکی چون خیلی باید کامیونیکیت کنی با بچه های تیم، حرف بزنی، یه رول این مدلیه و خب ما هم که با زبونشون آشنایی نه فرهنگ اونا رو میدونیم، خیلی مثلا چه چالنجینگ باشه. بعد تو من گفتی که تو تنها غیر آلمانی تیمتونی، راجع به این توضیح میدی که چجوری اینا الان منیج کردی؟ آره این خیلی جالبه که من واقعا تنها غیر آلمانی یک تیمم، یعنی یک مثلا 60 نفر آدم هم، من تنها غیر آلمانیشونم و فکر کنم بخاطر من یکی کل شرکت داره. ببین قطعا خیلی خیلی چیزا خیلی تفاوت داره توی رفتارای روزمره شاید، ولی نکتهش اینه که اگر بخوایم برگردیم به اصل پروداکت منیجمنت، شما اون کارهای اصلی پروداکت منیجمنت رو خوب انجام بدی همونه، یعنی فرق نداره که کجا باشه، فرهنگشون چطوری، یه سری استراکچر داره دیگه. مثلا شما باید نحوه کامیونیکیت کردنت خیلی واضح باشه، خیلی توی یک جمله کوتاه الکی حباب و اینا دورش نپیچی، یه جمله داری میگی، یه جملت مطلب رو برسونه. و این خیلی، اینم یک چیزیه که آدم به عنوان یک پروداکت منیجر به هر حال تو طول کارش یاد میگیره، یعنی هی بهتر و بهتر میشه. ولی به نظر من همون چیزاست، یعنی اگر یک پروداکت منیجر خیلی خوب داریم توی
هر جایی توی هر شرکتی توی تهران، ایران، هر جای دنیا، هر جای دیگه دنیا بره اون یک پروداکت منیجر خوبه. درسته مثلا فرهنگی به هر حال فرق میکنه، ولی کار همونه دیگه. سری استراکچر رو باید فالو کنی. مرسی بانچه. اصلی ترین شاخصه ارزیابی شرکت در استخدام از نظر شما چی بوده؟ چه تستایی از شما گرفته شد؟ ببین هر شرکتی تقریبا یه کمی فرق داره روندشون و مثلا مدل ارزیابیشون. خب یک چیزی که مثلا خیلی مهمه نگاه میکنن اینه که از نظر فرهنگی چقدر مثلا به شرکت و اینا میخوری، و یک چیزی که خیلی مهمه اینه که برای من حداقل مهمه که من ببینم شرکت چقدر از نظر فرهنگی به من میخوره. یعنی من خودم هم اینا جز ارزیابیه منه که من شرکتو میکنم، نه اینکه فقط شرکت منو ارزیابی کنه. این یه بخشی که حالا بعد تهش دوباره برمیگردیم بهش. ولی معمولا پروسه‌ای که داره اینه که مثلا یک صحبت تلفنی معمولا داری با HR، از نظر فرهنگی و اینا بررسی میکنن ببینن که مثلا چقدر دوست داری یاد بگیری، چقدر شغله برات جذابه، چقدر مکالمه معمولا نیم ساعت 40 دقیقه و مرحله بعدش معمولا با مثلا یک کسی که تکنیکال تره صحبت میکنی، معمولا مثلا با هد پروداکت، با وی پی پروداکت، با اگر شرکت مثلا شرکت کوچولوتریه که هنوز مثلا پروداکت منیجر نداره، یا مثلا تو داری برای رول خودت داری برای رول وی پی اپلای میکنی و مثلا شرکت سی پی او نداره، با سی ای او معمولا مثلا این مصاحبه دومی انجام میشه. یکم تکنیکاله و مثلا در مورد پروداکت میپرسن دکتر کار کردی، معمولا مدل کار کردن چیه، چقدر مثلا، ولی باز بستگی به شرکت داره دیگه، چقدر مثلا با فلان تکنولوژی ها کار کردی، چقدر با فلان متدولوژی ها کار کردی، مثلا به من بگو مثلا چه میدونم اسکرام پلانینگ رو مثلا چطوری انجام میدی، مثلا یه همچین سوال این شکلی، سوال خیلی راحت معمولا ازت میپرسن. و مرحله بعدش برات یه تست میفرستن، یه کیس استادی میفرستن که اوکی مثلا شما فرض کن مثلا مدیر محصول فلان پروداکتی یا مثلا فلان بخش از پروداکتی، یه چیز خیالی معمولا میدن، یه سری دیتای خیالی هم معمولا میدن، یعنی که اوکی شما حالا مثلا فلان مثلا سه تا چالش بهت میدن، یعنی که شما میخواین سه تا چالش رو حل کنی. معمولا سوال اینه که KPI که برای این ترک میکنی چیه، چطوری این چالنجر رو حل میکنی، آیدیا چی هست و چطوری این رو پایورتایز میکنی، و مثلا دو هفته اول اسپرینتت رو چطوری میبندید نسبت به مثلا تمام این. و خب اینجا مثلا شما باید یه سری اسامشن خودت به کار ببری، اسامشن رو حتما قید کنی چیا به کار بردی، چون اینو خیلی دیدم. مثلا چند هفته، دو هفته پیش ما یکی اپلای کرده بود و خیلی همه کارش رو خیلی درست و تمیز انجام داده بود، ولی هیچ اسامشنی که کرده بود توی کل کیس استادیو قید نکرده بود. یعنی همینطوری مثلا تهش جواب خوبی داده بود، معلوم بود بچه خوشفکریه، ولی چیز نکرده بود، نگفته بود مثلا اوکی من این عددو به این دلیل اینجوری درآوردم. بعد خب مثلا ما هی توی مسابقه می‌پرسیم اوکی این عددو مثلا از کجا آوردی و اینا، بعد نمیتونست جواب بده. و خب اونجا مثلا ما متوجه شدیم که این کامیونیکیتور خوبی نیست، نمیتونه درست کامیونیکیت کنه با تیم. و بعد از این مثلا شما این چالنجر انجام میدی، چالنجر میفرستی شرکت، معمولا یه جلسه ست میکنه شرکت باهات که چالنجر ارائه بدی، مثلا بگی که چی کار کردی، روند فکریت چی بوده، و بعدش هم احتمالش هستش مثلا یه مصاحبه یا دو تا مصاحبه دیگه داشته باشی، خیلی احتمالش کمه، ولی دیگه بعدش آفر میدن و اینا. آفر رو دیدی؟ خب برای پوزیشن اسوسییت پروداکت منیجر چطور؟ چون الان هم سوال کرده که حتی واسه اسوسییت هم میزنن دو تا سه سال تجربه میخوان، یا این واقعیه یا نه؟ ببین راستش خیلی جاها دیدم که مثلا نوشتن برای اسوسییتم دو سه سال تجربه و اینا میخوان. به نظر من اگر که شما
به کیفیت، یعنی همیشه کمیت نیست، همیشه مثلا این نیستش که مثلا یک 5 سال پروداکت منیجر یه جا بوده دیگه مثلا این دیگه سینیورمونه. خیلی جواب به کمیتش، به نظر من اگر کمیتشو داری اپلای کن، واقعا اپلای کن. یعنی به نظر من به چیز فقط به اون عددهایی که اونجا بسنده کردن نوشتن بسنده نکن، واقعا اپلای کن. فوقش اینه که میگن نه دیگه، فوقش ریجکت دیگه. میلاد همینجا یه جمله معروف داره که خب پول که ازت نمیگیرن که اپلای کن. واقعا نشنیدم تو این پروسه واقعا اتفاق بدی نیست، واقعا اپلای نکردن خیلی کار بدتریه به نظر من تا نشنیدم. بعد تازه یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که شما میتونی بعد از اینکه بهت میگن نه یه ایمیل بزنی بعدش به همون ایمیل بگی که مرسی که مثلا این فرصت رو به من دادی، ولی میشه لطفاً به هم بگین که دلایل اصلی که مثلا منو ریجکت کردین چی بوده، مثلا چه چیزایی چه پوینت هایی بوده که مثلا باعث برای شما کانسرن بوده. که من جواب بیام فیدبک بفرستن یا طول میدن یا اصلا کمپانی ها این کار نمیکنن. بستگی داره، بازم به قول میلاد پول که ازت نمیگیرن، یه ایمیل میفرستی فوقش، این در بدترین حالت جوابتو نمیدن دیگه. اینم سوال جالبی به نظرم، دیدشون به کسی که اینجا فاندر و مدیر شرکت بوده بعد چند سال حالا میخواد اپلای کنه برای یه رول، چه دید منفی دارن یه مثبت برای رول های مثل مدیر محصول؟ ببین راستش به نظر من ندید منفی دارن ندید مثبت، یعنی خیلی نوتراله. خب خیلی چیزا توی واقعا مصاحبه اول و دوم مشخص میشه، یعنی در اصل شما رزومه‌ای که مینویسی واسه این نیستش کارو بگیری، رزومه‌ای که مینویسی واسه اینه که مصاحبه اولو بگیری، یعنی باید در همون حد خوب باشه. اگر بیشتر خوب باشه احتمالاً ریجکت بکنن به خاطر اینکه مثلا اوور کوالیفایدی. واسه همین به نظر من ندیدم که کسی مثلا خیلی چیز باشه، خیلی گارد داشته باشه، نه این مثلا قبلا فاندر بوده نگیرمش، یا مثلا این قبلا فاندر بوده حتما بگیرمش. هیچ، کاملا نوتراله. اگر که کل رزومه و اینا بخوره به چیز، بخوره به کار، مصاحبه اول میاد دیگه. خب اگه اوکی الان رزومه بچه ها رو یه نگاهی بکنیم، روش فیدبک بدی. الان ما اینجا رزومه حسین ماهر بقیهش نمیتونم انگلیسی سخت حسین ماهر و مصطفی پایدار صفت و عیاض آذری رو داریم. اگر که اوکی هستین هر سه نفر اینجا هستین و اوکی هستین بگید که من اسکرین شیر کنم که قنچه رو اینا فیدبک بده. البته رزومه عیاض رو الان ندیده قنچه چون همین الان فرستاد، ولی دو نفر دیگر رو دیده. آره یه نگاه سریع کردم. ببین یه سری سوال تا داری اسکرین شیر میکنی، یه سری سوال من الان توی کامنت ها دارم میگم، اگر که پلانی ندارین که خودتون بپرسید من سریع جواب بدم. بگوید. یکی پرسید شما زبان آلمانی بلد بودین؟ نه من بلد نبودم، همچنان هم من در حد خرید سیب زمینی همطور که آیاز اشاره کرد بلدم. و ببین توی مدیر محصولی مهم اینه که بتونی کامیونیکیت کنی با اون زبانی که شرکت داره کار میکنه. خیلی از شرکت الان توی برلین زبان اصلیشون انگلیسیه و آلمانی نیست، و خب توی پروسه کار من اصلا تأثیری نداشت. کار من با دیولوپر هاست که توی برلین اکثر دیولوپر ها هم آلمانی نیستن و آلمانی بلد نیستن، واسه همین برای من تا الان هیچ کسی نگفته که ایوا نه چون آلمانی بلد نیست نه، یا یعنی دلیل ریجکتی نبوده هنوز برام. و من شرکت اولی که پیدا کردم و اینجا باهاش شروع به کار کردم و از گلاسدور پیدا کردم. و
یکی دیگه پرسه، وقتی اپلای کردی توی برلین بودن تاثیر داشت؟ ببین من اون موقع که اپلای کردم برلین نبودم، ولی من مصاحبه آخرم رو هماهنگ کردم با تایمی که اومده بودم مسافرت برلین. برلین نبودم، اینجا دیگه مسافرت بودم، اومدم برلین مثلا سه روز واسه مصاحبه. اون به نظرم تاثیر داشت، وقتی که خودم مثلا پاشدم اومدم به نظرم اون تاثیر داشت. ولی مثلا الان تو کرونا اصلا لازم نیست. مثلا من شرکتمو که عوض کردم، تو این عوض کردن شرکت من یک بار هم هیچ کدوم از همکارا و حضوری ندیدم. من فقط شاید یک بار سی امونو دیدم حضوری از کل زمانی که الان تو این شرکت جدیدم، که حدودن میشه یه سال، حضوری یه بار سی امونو دیدم و شاید مثلا دو تا همکار دیگه همو یه بار دیدم. مثلا شرکت فیزیکی دیگه معنی ندارد. اوکی، حسین رو داریم رزومش ببینیم. حسین جا امیدوارم که مشکل نداشته باشی با این که برای من ریفیو کنم اینو. من نظرت بخوام از الان. اوکی خب ببین، اولین چیزی که توجه منو جلب میکنه اینه که از اسکیل شروع کرده. به نظرم خیلی خوبه که اسکیل رو آورده توی رزومه، ولی به نظر من اصل رزومه اون بخش اسکیلش نباید باشه. شما باید اول بگی که چیکار کردی، که بودی و اینا، و بعدش مثلا میتونی بیای اسکیلا رو یکم توضیح بدی. این مدلیه که بر من کار میکنه و معمولا من مدلی که چون رزومه ها رو وقتی مثلا میاد زیر دستت زیاد، مثلا چه میدونم 100 تا رزومه برات دارن میفرستن، تو شروع میکنی اسکن سریع کردن دیگه. واسه همین خیلی مهمه که شبیه به هم باشه استراکچر رزومه. شاید مثلا توی یه سری پوزیشن های دیگه که مثلا حداقل من ندیدم رزومه هاشون، مثلا من باهاشون معمولا کار نمیکنم، کریتیویتی توی رزومه، مثلا اینکه هر مدل هر چیزی رو یه جای دیگه بذاری خیلی مثلا خوب باشه. ولی توی پوزیشن ما من سری دارم رزومه ها رو ورق میزنم، فقط میخوام یه سری چیزا رو ببینم دیگه، و این جا به جا بودنه منو اذیت میکنه. اوکی. روی اسکیل هم چیزی داری؟ اونچه این مدل نوشتن تعدادش اینا چی؟ آره حالا میام به اونجا، ولی به نظر من اول از همه این که یک تمپلیت که پر کار برده استفاده کن. یعنی به نظر من اول بیا پروفشنال اکسپیرینس رو بذار بالا، و سورتی هم که میکنی بر اساس جدیدترین به بالاترین باشه. یعنی آخرین اکسپیرینست، آخرین تجربت بالاتر از همه باشه، بعد مثلا بره به سمت قبلی ها. لازم نیستش که فول تایم و پارت تایم رو جدا کنی به نظر من، چون به هر حال اینا هر دوشون جزء تجربه های تو بوده، و توی اون تایمی که یعنی توی مدل سورت کردنش خیلی مهمه که اصلا کی قبل کی بوده، چطوری، یعنی این روند تو میخوان ببینن توی مثلا خب قبلا مثلا پروژه این کارو میکرده، پروژه این کارو میکرده، قبلش مثلا تو فلان شرکت بوده، بعدش فلان کارو میکردی، بعدش مثلا پروداکت منیجر فلان شد. این رونده خیلی کمک میکنه به اینکه بفهمن چطوری به کجا رسیدی. مثلا این مخلوطش کن. و یه چیزی که خیلی 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 مهمه، اصلا نمیتونم روش پافشاری کنم اندازه کافی، اینه که توضیح بدی که چیا به دست آوردی توی اون پوزیشن، یعنی اچیومنت ها چیا بوده، ولیوی که برای شرکت خلق کردی چی بوده، و یک چیز دیگه که سومیشه یادم نمیاد الان، و چی یاد گرفتی، یعنی چه اچیومنت هایی داشتی، چی یاد گرفتی، و ولیوی که برای شرکت خلق کردی چی بوده توی این پوزیشن. و لازم نیست اینا رو بولت پوینت بنویسی، مثلا ولیوی خلق شده برای شرکت دو نقطه فلان. فقط لازمه که بنویسی مثلا به عنوان یک پروداکت منیجر در کاوشگران من توی مثلا این یک سال کارم تونستم مثلا کانورژن ریت اصلی محصول رو مثلا دو برابر کنم،
این باعث شد که من یاد بگیرم چطوری یک تیم 12 نفر رو مدیریت کنم و همکاری کنم با مثلا فلان چیزا. توی یه جمله داری میگی که چی یاد گرفتی، چه اچیومنتی برای شرکت، چه اچیومنتی خودت داشتی و چه ولیوی برای شرکت داشتی، و این کمک میکنه به کسی که رزومتو میبینه بگی که اوکی این بلده یک تیم 12 نفر رو مدیریت کنه، با فلان تکنولوژی کار کرده و تونسته کانورژن ریت رو دو برابر کنه. این چیزا رو میاد میگه که اوکی خب مثلا این آدم خوبیه، بریم باهاش مصاحبه بعدی. اگرم که نتونی یعنی خب خیلی چیزا رو نمیتونی کوانتیفای کنی، به هر حال مثلا اینکه یک تیم مدیریت یک تیم 12 نفره این اچیومنت، ولی اچیومنت عدد رقمی نیستش، مثلا من تونستم دو برابر کنم مثلا پولشونو نیست. بعدم ببخشید ها مظرف میخوام اینجوری میگم، ولی ما پروداکت منیجریم، همه چی میشه کوانتیفای کرد. یعنی مثلا یکی از نکته های اصلی کارمون اینه که دیتا دریون باشیم، و این یعنی که مثلا تو به هر حال توی یک سال 6 ماه هر مدتی که توی شرکتی بودی یه کاری کردی برای اون شرکت دیگه، مثلا یه 10 تا فیچر زدی، مثلا 10 تا فیچری که هر کدومشون مثلا تونسته یک تکونی بده اون شرکت رو، وگرنه مثلا چرا اون فیچرها رو گذاشتی تو رو مپ. اوکی، در مورد ایژوکیشن و سرتیفیکیشن اینا کامنتی داری؟ به نظر من بازم توی ایژوکیشن خیلی مهمه که توضیح بدی که توی اون ایژوکیشن چی به تو اضافه کرده، چی یاد گرفتی اونجا، یعنی و مثلا تمرکز چی بوده. چون حالا اینم بگم که من خودم من قسمت ایژوکیشنم و فقط نوشتم که من دراپ آوت کردم، من تموم نکردم تحصیلم و مدرک تحصیلی ندارم. من اینو میگم و خیلی هم چیز توضیح نوشتم توی رزومم که من رفتم این دانشگاه فلان سال ورود شدم و فلان چیزا رو یاد گرفتم و بعدش چیز کردم اومدم بیرون، ترک تحصیل کردم. البته اینو ما تو وبینار قبلی صحبت کرده بودیم، جیمی مخالف بود که بنویسید پات کردی، گفت مثلا ننویسید. چی ننویس؟ آقا بگو من دیپلم دارم، چرا میخوای توضیح بدی؟ حالا نظرشون بود که نگی. میشه، موافقم با نظرش، خیلی از اوقات واقعا موافقم با نظرش. خب میلاد جان تو داری برای جان بگو اون چیز. من دلیلی که نوشتم اینه که برام مهم بودش که بنویسم من تجربه چیا دانشگاه به من داده و من چی یاد گرفتم تو دانشگاه، واسه همین نوشتم که آره من اصلا این چیزا رو رفتم ولی تموم نکردم درسم. و دلیل اینی هم که مثلا نوشتم اینه که راستش میدونم که من توی مصاحبه احتمال خیلی زیاد ازم میپرسن که چرا دراپ آوت کردی و من جواب خوبی دارم براش. خب میلاد میخوای کامنتی بدی؟ من اینجا نمیدم. منم ویدیو گنچه رو ندارم اینجا، الان تو اسکرین شیر داری میکنی میبینم گنچه رو. سلام گنچه. راجبه رزومه حسین هم چیزی که به ذهنم میرسه که بگم این استش که یه مقدار توی ترجمه عنوان پوزیشن ها من خیلی چون تو زبان فارسی ما به یه چیزی میگیم کانسالتنت که تو زبان انگلیسی و دنیای اینجا کانسالتنت اونی نیستش که میگیم. اون من فکر میکنم منظورت اونجا منتوره تا کانسالتنت. کانسالتنت اینجا در واقع کسی که از یه شرکت کانسالتنسی واسه شرکت ثانویه کار میکنه، و فکر نمیکنم توی دانشگاه تیم روباتیک همچین کاری کرده باشی شما واسه اینجا. اون عنوان رو به نظر من عوض بکن و یه ذره هم رزومت فکر میکنم بذار فوکس تر روی پوزیشنی که میخوای که اپلای بکنی جمع بکن. همه یه سوابق کاری واقعا احتیاج نیستن که بیان. خیلی عالی. خب بریم من کاملا بعدی.
ببین یه جا یه دقیقه برگرد به قبلی، من یه چند تا نکته دیگه رو هم بگم. ببین کاملا با چیزایی که میلاد گفت خیلی خیلی موافقم. خیلی باید فوکس بیشتر، یعنی وقتی اونجا تایتلت رو نوشتی پرادکت منیجر، باید خیلی فوکس تر باشی روی پرادکت و چیزایی که مرتبطه به پروداکت رو خیلی بیشتر روش مانور بدی. و اگر یکم بری بالا، یه چیز کلی بازم در مورد رزومه اینه که شما واقعا لازم نیست سن تو بنویسی اونجا یا MBTI تایپ تو بنویسی، بخاطر اینکه اگر که شرکتی بخواد بدون MBTI تایپ تو، معمولا خود شرکت ها تست میگیرن. یا وضعیت تحول رو اصلا لازم نیست بنویسی، یا experience plus 10 years تام به نظر من اونجا جاش نیست، بخاطر اینکه داری توی اکسپیرینس ها داری می نویسی چند سال مثلا سابقه داری، به ریز جزئیات لازم نیست اون بالا بنویسی واقعا. فوقش اینا جاشون توی کاور لتر به نظر من، اگرم که خیلی اصرار دارین که بگید این چیزا رو. آره. موافقم بگم شد. و یه چیز جالب اینه که وضعیت تأهل رو سخته اگر تو مصاحبه بپرسن ازت و ریجکت شی، تو میتونی مثلا چیز کنی، میتونی مثلا یه شکایت ریزی هم بکنی به اینکه شما بخاطر این مثلا چیز کردین. یا حتی اگه اینجا باشی دیگه، از ایران که اپلای میکنی که خیلی کارهای بدی هم میکنن شرکت ها، اتفاقا خیلی دستون به جای بر نیست از ایران. آها، اینم خیلی نکته خوبی بود که گفتی، قبل از اینکه مصاحبه کنین با هر شرکتی هر جای دنیا هست، در مورد قوانین اون کشور بخونین، در مورد اینکه چه حق و حقوقی دارین تو مصاحبه بدونین، چه چیزهایی رو اجازه دارین بپرسین، چه چیزهایی اجازه ندارین بپرسین شما به عنوان مصاحبه شونده و یا از شما به عنوان مصاحبه شونده. اینا خیلی خیلی مهمه که بدونین قبلش که میرین تو مصاحبه، چون ممکنه واقعا چیز کنن، واقعا اذیت کنن توی مصاحبه. و شما اگر شرکتیه که واقعا داره اذیت میکنه تو همون روند مصاحبه، مثلا داره میگه که چه میدونم مثلا یه پوزیشنی به صورت عادی برای یه کسی که مثلا اینجاه مثلا چه میدونم 50K در ساله، مثلا به شما بگن که نه ما برای مثلا این پوزیشن بیشتر از 30K نداریم و اینا، شما از قبلش باید بدونی که مثلا اون شرکت داره سر تو یه کمی نمیخوام بگم کلا میذاره اینا، ولی داره یه کمی بازی در میاره. و شرکتی که بازی در میاره از اولش، شما بری اونجا هم کار کنی باز بازی در میاره. یعنی واقعا یا میصرفه یا اینکه من نه واقعا مثلا میتونی شما باندری ایجاد کنی از اولش، بگی که نه من این کارو نمی کنم، مثلا من این چیزی که داری از من میخوای قانونی نیست و من میدونم قانونی نیست و من میگم نه بهت و میرم توی گلاس دور هم ریویو بعد برات مینویسم. من نمیگم که از اولش مثلا چیز بازی رو مثلا گردن کنین، ولی آگاه باشین به حقوقتون و بدونین که چی رو دارین ساین میکنین. اینا چیزای مهم نیست به نظر من. خیلی هم عالی. خب رزومه بعدی مصطفی. بله. اوکی. خب یک اینکه من خیلی راضیم از اینکه این سامری بالا هست، به نظرم چیز خیلی نکته خیلی خوبیه که سامری وجود داشته باشه. من راستش نخوندم کلشو، ولی خیلی موافق، یعنی اگر که مثلا نوشته خوبی هست، من نخوندم راستش نمیتونم روی کانتنتش نظری بدم، ولی نکته مثبت قضیه است اینکه اکسپریانس ها جدا جدا هر کدومش اصلا مادین توضیح دادین، خیلی خیلی نکته خوبیه. یه چیزی که منو یه کمی گیج کرد وقتی که این رزومه رو اولش دیدم، این لوگو ها بود که من اولش فکر کردم که این فکر کنم مثلا یادش رفته مثلا یه لوگو رو کپی کرده تا آخر، بعدش دیدم که نه همشون واسه سلامتی 24 همه سابقه ها. یه کاری که مثلا که ببین دارم الان خیلی چیز میکنم و خیلی گیر ریزی میدم به خاطر اینه که چیز خوبیه دیگه، گیر ریزم هم به خاطر اینه بکنم اینه که اکسپورت از لینکدین گرفته، چون اقبیر این چیز لینکدین دیگه اگه اشتباه نمیم اگه مصطفی بگه. آره آره
این من میخواستم که بگم این فرمت خیلی عالیه، اونم علتش اینه که فرمت کامل لینکدینه. اکسپورت لینکدینه. فقط تنها اشکالش منم این اشتباه کرده بودم. من یه پوزیشنم و پایانش رو نزده بودم. فکر میکنم که قنچه یه بخشی تو سلامت 24 که همپوشانی داره یه کدوم پوزیشن ها رو تموم شدنش رو ننوشته آره احتمالا. آره خلاصه که فکر من پرادکت منیجر رو پایانش رو ننوشته و... آره هر دوش پرزنته و این کمی عجیب بود که مثلا داری دوتا کار همزمان میکنی و اولش هم فکر میکردم دوتا شرکت مختلفه، مثلا فقط چیزش فرق داره و اینا. حالا خلاصه این که میتونی واقعا مثلا چیز کنی، میتونی من کاری که میکنم اول اسم شرکت رو مینویسم و لوگوی شرکت، بعد میام کارهایی که اونجا کردم مینویسم. یعنی مثلا من توی شیپور زمانی که رفتم من موبایل پرادکت منیجر بودم، فقط پرادکت منیجر بخش موبایل بودم و بعدش مثلا شدم پرادکت منیجر کل پرادکتامون و بعدش مثلا شدم هد پرادکت. یعنی اینا رو توی یک ردیف نوشتم زیر یک لوگو. هر دو الان مصطفی نوشته که از رزومه‌ساز لینکدین استفاده کردم و مشکلم همینه الان هر دو موقعیت رو مسئولیتش رو دارم. اوکی خب اینو به نظرم خیلی خوبه که چیز کنی، مثلا یه جا قید کنی که بگی که مثلا من الان هم دیولپرم هم پروداکت منیجر. دمت گرم واقعا، دو تا هندونه سنگین. و آره خلاصه که این راضی هم بازم این که مثلا توضیح داره هر کدوم از این پوزیشن ها. آره فقط یه لحظه اگر که اسکرول نکنی من یه دوتا چیز بگم. این خوبه که توضیح داره هر کدوم از بخش ها، ولی توضیحو چیز کن، توضیحو واقعا توضیح بده. مثلا بولت پوینت ننویس، چون مثلا باید وقت گذاشتی روی این رزومه دیگه. قشنگ توضیح داده، این اولی رو نگفته. آره این کمی بذارم بیشتر قشنگ این سه تا مورد رو. آره اینو میفهمم که نخواستی طولانی بشه، ولی خب تو بولت پوینت نوشتی دیگه، دو تا خط هست به هر حال. اون دو تا خط تو جای اینکه دو تا بولت پوینت بنویسی دو لاین توضیح بنویسی، چون که یه پروداکت منیجر کارش کامیونیکیت کردن درست و یه کم میتونی اینو قشنگترش کنی. و سه تا پوینتی که گفتم هر جاب پوزیشنی که داشتی باید بنویسی معمولا تو رزومت، یکی اینه که چی یاد گرفتی، چه اچیومنتی تو داشتی، چه ولیوی برای شرکت خلق کردی. بچه ها اگر میخواییم میتونین آن میوت کنین، سوالاتونو بپرسین. هم حسین هم مصطفی که رزومه رو بررسی کردیم میتونه اگه سوالی داره بپرسن. خب چیز دیگه هست کن چه رزومه مصطفی بخوای بگی؟ نه فقط این که به نظرم بعد از این که اکسپورت گرفتی از لینکدین، مثلا اون چیزایی که لوگو نداره رو عوض کن، مثلا واقعا یه آیکونی برات بذار، چون یه کمی عجیبه ولی بقیش اوکی. خب بریم رزومه بعدی. سلام 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 هست. خب خوبی؟ دستین بر نکنه. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و خیلی چیزای باحالی گفتین، خیلی چیزا یاد گرفتم و یه مشکل بزرگم رو فکر کنم دارین حل میکنین. مشکل بزرگم اینه که من هر جا بودم، من کلا دو تا شرکت کار کردم توی مشهد. خب شرکت اولی رو 3-4 سال باهاشون کار کردم تو پوزیشن‌های مختلف، از همون پشتیبانی فنی گرفته تا بیزینس آنالیزش تا تحلیل فرآیندشون. بعد استارتاپ خودم رو انداختم با همکاری یک شریک دیگه‌ام و تو این 4-5 ساله تون سلامتی 24 که یه استارتاپ سلامتیه دارم کار میکنم. بعد اینا وقتی که تو استارتاپ کار میکنی موقعیت‌ها به خاطر نیازی که استارتاپت داره جابجا میشه، میچرخی
بعد برای همینه که هی تکرار شده یا مثلا لوگو های یکیه، به خاطر که من تو اون 5 سالی که مثلا توی استارتاپم بودم تو هر سالی هر یک و نیم سال دو سالی یک پوزیشن رو برای خودم یعنی اون اصلی کردم و پروداکت مسئول پروداکت منیجر بودنشم که از اول تا آخرش بودم، ولی تو هر موقعیتی مثلا یه جا اپلیکیشن موبایل نیاز داشتیم چون خودم یک سابقه داشتم رفتم یادش گرفتم و اونو زدم و اونو دارم انجام میدم، برای همین اینو اینجوری تکرار میشه. یه لحظه بذار من قطعت کنم این وسط، این قطعه بپرم وسط حرفت ببخشید. یه چند تا نکته ای داره. یک اینکه الان یه چیزای خیلی خوبی رو داری میگی که تو رزومت نیست. مثلا داری میگی که من به خاطر اینکه احتیاج محصول احتیاج شرکت بوده رفتم یه چیزی یاد گرفتم به خاطر شرکت، بعد مسئولیتش هم قبول کردم، بعد انجامش هم دادم. این داری یه چیز خیلی خفن رو تعریف میکنی که تو رزومت نیست. بعد خب چیزی که یک مثلا ریکروتر میبینه اینه که این یارو مثلا چند تا توپو همزمان داره رو هوا جاگل میکنه، معلوم نیستش که چه جوری باشه، احتمال رد شدنت خب بیشتر میشه. ولی اگه اینو یه توضیح کوتاه بنویسی که مثلا بنویسی که به خاطر مثلا نیاز شرکت من رفتم اینو یاد گرفتم که بتونم اینجا هم ساپورت کنم، و اینم بنویسی که مثلا آره شرکت کوچیکیه، چون خیلی جاها وقتی اپلای میکنی مثلا شرکتایی که دارن از خارج از کشور هم رزومه میگیرن معمولا شرکتای بزرگترین، معمولا شرکتایی ان که حداقل 50 نفر آدم هست توشون، و خب اینا هم تصوری که دارن از یه شرکتی که مثلا تو ایرانه حدودا همون شکلی، مثلا فکر میکنن خب الان 50 60 100 نفر آدم داره اون شرکت، بعد تو مثلا به عنوان یه نفر اومدی مثلا سه تا پوزیشن رو گرفتی، فکر میکنن که مثلا یا داری چیز میکنی یا داری مثلا زیاد از حد بزرگش میکنی همه چیو، یا یعنی اینکه هیچ کدوم از اینا رو نداری، یا یعنی اینکه مثلا همش رو یکم میبلدی. ولی اگه مثلا اینو توضیح بنویسی که ببینی که مثلا شرکت کلن مثلا 10 نفره و هر مثلا به خاطر اینکه کوچیکیم خب همه چیو مثلا داریم با هم دیگه میبریم جلو. آره مرسی، سعی کردم تو خلاصش یک توضیح داده باشم اون خلاصه اول که نوشته بودم، بعد و آره واقعا مشکل همین بود که الان من نمیدونم خودم به عنوان دیولپر بعد پرزنت کنم یا خودم به عنوان پروداکت منیجر بعد پرزنت کنم، و اینکه آیا این حرف واقعا شما واقعا باورپذیر هست یا نیست. مرسی. من یه نکته دیگه هم که هست اینه که به نظر من با توجه به چیزی که میلادم گفت اینه که میتونی برای ببین اولا واقعا چی دوست داری اپلای کنی. اگر که واقعا دوست داری هم پروداکت منیجر اپلای کنی هم مثلا iOS یا React Developer بخوای اپلای کنی، در این صورت دو تا رزومه جدا درست کن، هر کدومش فوکست روی یک بخشیش. مثلا اونی که در مورد ریاکت و مثلا اینا بیشتر اون از ساید دیولوپری چیزش کنی، پرش کنی اون بخشی که بود به پروداکت از ساید مثلا پروداکت. این پیشنهاد منه راستش. آره من فکر کنم این خیلی بهتره که مثلا این رولای دیولوپمنت تو نگی توی چیز، ولی تو اسکیلاس بنویسی بگی آقا مثلا من این اسکیلا رو دارم، ولی رولت فوکس بر اساس ببین اصلا اگر مصطفی جان بری وبینار جیمی رو ببینی که در رزومه کامل حرف زدی، این حتما گفته بود که پایین اسم اینجا باید یه تایتلی داشته باشی به اونا بفهمن که تو برای این پوزیشن داری اپلای میکنی، و اگه خواستی پوزیشن مختلف اپلای کنی حتما کاستومایز کنی و یه رزومه مختص اون براشون بفرستی. مرسی. فقط یک سوالی هم حالا متین پرسیدم، حالا کلی بپرسم، حالا هر میلاد جان که دیولپره و شما که پروداکت منیجرین، می‌خواستم ببینم کلا از نظر حقوقی هم فرق می‌کنه بین اینا؟ بعضی وقتا من یعنی نگرانم این بودیش وقت پروداکت منیجر رو نمی‌کردیم خیلی، یعنی می‌دونید چون اینا یعنی فکر می‌کردم طبیعیه، یعنی آدم یه استارتاپی داره 5 نفر 10 نفر دارن کار می‌کنن طبیعیه، یعنی چیز خاصی نیستش که بخواد چند تا کار رو با هم انجام بده، همه باید چند تا کار رو انجام بدن تا یه استارتاپ بتونه رشد کنه. خب بعد وقتی که میخواستم مثلا به مهاجرت فکر بکنم، فکر میکردم برای پروداکت منیجر یعنی به قول خودم پوزیشن خالی یا اینکه درآمد مناسبی نیست، بیشتر رو دیولپر نیازشونه یا درآمد دیولپر ها بیشتر از پروداکت منیجره، چون بالاخره من واسه اینجا چشنم نشسته بودم ولی پدرم خانواده دارم بعد به فکر اونا هم باشم. نمیدونم والا من بیشتر در میارم یا میلاد این سوال اینه. ولی
راستشو بگم چی بگم آخه خوبه خدا رو شکر. واقعا شهر به شهر و پوزیشن به پوزیشن تو همون شهر هم فرق میکنه. آره این واقعا خیلی مقایسه بدیه بین شهری که من زندگی میکنم و برلین که قونچه زندگی میکنه. ولی من فکر نمیکنم پوزیشنی بگیرید که یعنی شرکت شرایطتون رو ببینه و بگه که مثلا شما خانواده داری و اینا و طبعا اگه نتونن که همه خانوادتون رو ساپورت بکنن فکر نمی کنم که آفری بدن بهتون، مگر اینکه حالا خیلی شرط خاص باشه دیگه. حداقل توی فنلاند که میدونم اینجوریه، یعنی واقعا خانواده ساپورت میشه با همه حقوقایی که پیشنهاد میدن. آره منم می‌خواستم اینو بگم. اگر... یه نکته‌ای هم هست که اینو در نظر بگیر که یه تیم ممکنه 5 تا دیولپر داشته باشه ولی یه دونه پروداکت منیجر داشته باشه. در نتیجه همیشه آفر موقع اینو من نمیتونم هیچ چیز بگم روش، بخاطر اینکه من هیچ وقت به جز پروداکت منیجر بودن هیچ چیز دیگه اپلای نکردم. من حتی نه پروداکت اونر اپلای کردم نه پروجکت منیجر، هیچ کدوم از اینا رو من چون اپلای نکردم هیچ وقت نمیدونم بگم که اصلا کدوم بیشتره یا اصلا کدوم چطوریه وضعیتش. ولی یه چیز در مورد کلا آفر دادن بگم اینه که خب شما توی اون شهری که داری میری یا داری اپلای میکنی، گفتم خودت باید بری مثلا یه سری چیزا رو بدونی و ریسرچ کنی قبلش و اینا، این هم باید بری بگردی حتما که چقدر حقوق میخوای. خب توی مصاحبه ازت معمولا میپرسن که مثلا خب شما چقدر میخوای بگیری از ما و شما یه عددی باید بگی اونجا. اون عدد به تعارف و اینا مثلا ایرانی بازی طور نیستش دیگه، مثلا باید یه عدد واقعا بدی و معمولا بهترینه که چون که یک عدد بدی یک رنج بگی، مثلا بگی که مثلا من بین چه میدونم مثلا الان به عنوان یک پروداکت منیجر اوکی سینیور، نه مثلا یک پروداکت منیجر در معمولی نه جونیور نه سینیور، مثلا حدودا باید توی برلین باید بگی مثلا بین 50 تا 60 حدودی. و خب این عددا چیز دیگه مثلا تو اینترنت میتونی پیداش کنی، بعدم میتونی خرج و مخارجی که شهری که داری میری و نگاه کنی ببینی حدودا مثلا واقعا اون به کارت میاد یا نمیاد، مثلا بعد بری یه جای دیگه مثلا یه پوزیشن دیگر رو اقدام کنی. این خیلی ربط داره به چیزی که شهری که میخوای بگی. حسین بفرمایید، ببخشید من قطعت کردم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، مرسی بابت زحماتی که میکشید. من چند تا نکته رو عرض بکنم. من چون خودم هم استارتاپ داشتم و دارم، هم یه مدتی مدیر سرمایه انسانی شرکت بودم، خیلی سعی کردم رزومم رو متناسب با اون ذهنیاتی که از اینها به دست آوردم بنویسم. نکته ای که هست، من یه نکته کلی که تو نوشتن رزومه برام مهم بود خلاصه بودن و یک صفحه‌ای بودنش بود. من حالا خیلی رزومه داشتم که با تقریبا همین فرمایشات شما تطبیق داشت، اما خب طبیعتاً خیلی طولانی تر و یکی از دلایل اصلیم این بود و حالا احساس میکنم یکم به تجربیات و فرهنگ ها هم حتی شهر به شهر حتی متفاوته. مثلا من که داخل اصفهان هستم تجربه تا الانم این رو میگه که این تیپیکال رزومه جواب داده بود حداقل تو ایران، اما خب حالا از نکات شما دو بزرگوار استفاده کردم و سعی میکنم حالا تطبیقش بدم. اما یکی از دلایل اصلیش این بود، یعنی خیلی برگرفته از تجربیات خودم بوده. یه نکته، یه سوال دیگه ای که داشتم بود که کاور لتر به نظرتون چقدر مهمه داشتنش، نوشتنش؟ و خدمتتون عرضم یه نکته هم میلاد گفت، مرسی ازت، در رابطه با مشاور، اما من اون منتور نبوده، اون همون مشاور بوده، یعنی این همون هوک رو من ترجمهش رو نوشته بودم، اما مرسی از توضیحات دقیقتون. خواهش میکنم. ببین یه چند تا نکته، اول اینکه من رزومم الان 3 صفحه است و مشکلی هم ندارم، من باهاش مشکل ندارم چون به هر حال لازمه که توضیح بنویسم خیلی جاها.
و خب برام اصلا پوزیشنایی هم که تا الان کار کردم تعدادشون کم نبوده، توضیحایی هم که در موردشون برای نویسم کم نیست، ولی چیز دیگه ننوشتم. من رزومم فقط یعنی بخش اسکیل ندارم، فقط یک در حد مثلا یک خط زبان رو نوشتم که چیا بلدم، مثلا آلمانی دارم در چه سطحی ام، انگلیسی چه سطحی ام، فارسی مثلا زبان دیگه اگه هست. فقط خیلی کوتاه مثلا در حد یک خط اینه، بقیهش فقط سابقه کاریمه و همون یک بخش کوتاهی که فقط چیزو نوشتم، فقط دانشگاهو نوشتم که نوشتم اونم که من خدافزی کردم از دانشگاه، ولی خب اون 3 صفحه است الان و توضیح این شکلی هم مثلا انشا ننوشتم، هر کدومو فقط یک 2-3 خط هر پوزیشنیو تقریبا نوشتم. ولی نکتهش اینه که مثلا برای کسی که ایران نیست و مثلا خب شرکت یه جای دیگه است، کسی نمیدونه واقعا شیپور چیه. یعنی مثلا توی ایران من بگم که من مدیر محصول ارشد مثلا شیپور بودم، هم میگن اوکی ایول مثلا خب بیا کار کن، میشناسن شیپور کجاست و چی بوده. ولی اینجا خب من باید توضیح بدم که اوکی مثلا شیپور خودش یه فلان شرکتیه، فلان کارو میکنه، من توی شیپور چی کار میکنم، بعد میدونی بعد بنویسم. واسه همین چند صفحه بودن مشکل نداره به نظر من. در مورد کاور لتر پرسیدی، خیلی بستگی داره به شرکتی که میخوای بری و اینکه تو چقدر واقعا میخوای بری اون شرکته. من برای شرکتی که واقعا دلم میخواد جزوی از اون شرکت باشم، کاور لتر رو قشنگ میشینم واسه اون شرکت، مخصوصا کاور لتر مینویسم که من قراره چی به اون شرکت اضافه کنم و اون شرکت قراره چی به من اضافه کنه. بسیار. یه سوال آخر هم بپرسم. من با چند تا از دوستانم توی اتفاق اروپا هم بودم، مشورت میکردم برای این پوزیشن، اکثرشون میگفتن که به خصوص داخل اروپا برای همچین پوزیشنی از خارجی استفاده نمیکنن و شاید حالا شما هم خدا بهتون خیلی لطف داشته و میگم یعنی خیلی تعداد افرادی که احساس میکنم این پوزیشن رو به خصوص تو اروپا میتونن به دست بیارن کمه. نظرتون راجع به این داستان چیه؟ به نظرتون شانس بچه هایی که میخوان مستقیم وارد این پوزیشن بشن؟ چون با عنوان مثال مثلا من خودم قبلا کار دیولپری انجام میدادم، اما خب به مرور زمان به سمت پروداکت سوق پیدا کردم. بعضی از دوستانم پیشنهاد میدادن که دوباره سویچ کنم به گذشته، با دیولپر مهاجرت بکنم و بعد توی پروسه‌ای دوباره داخل اون کشور مقصد سویش بکنم رو اون مثلا بحث پروداکت. نظرتون راجع به این چیه؟ ببین راستش من خیلی پروداکتم. من از یه جمله انگلیسی I'm product manager through and through، یعنی واقعا از این من واقعا product managerم، در بنیه‌ام product manager نهادینه شده. بس همین نمیتونم، یعنی من نمیتونم چیزی بگم که بگم آره بس سویچ کن و اینا. و من چون خودم این کارو نکردم، من نمیدونم که واقعا چطوری قبول میکنن مثلا شرکت ها و اینا. ولی به نظر من اینجا هستم به عنوان یک مثال از این که خب گرفتن و خب کار سخت، نمیگم که کار سختی نبوده، نه خب مصاحبه کردم دیگه، مثلا همه پوزیشن های دیگه مصاحبه میری، مصاحبه رو قبول میشی، میری مرحله بعد مصاحبه میکنی، میری مرحله بعد، مثلا همه پوزیشن های دیگه است. به نظرم فرق نداره. یه سری چیزاش مهمه و اون اینه که مثلا خب شما باید بتونی درست کامیونیکیت کنی، بتونی درست مطلب رو برسونی و شاید مثلا توی پوزیشنی مثل دیولپمنت اینو خیلی کمتر بخواد، چون اصل قضیه اون تکنیکالته که مثلا بتونی تکنیکالو پس شی. لازم نیست که مثلا کل تیم از تو خوششون بیاد. دوستانم بر همین پیشنهاد میدادن. و نمیدونم، من چون نبودم دیولپر و نخواهم بود نمیدونم. برای خود من هم سخته، چون من تو سالهای اخیر روی این حوزه کار کردم و عمیق شدم. به هر حال طبیعیه بخوام سویش بکنم، ریکاوری نیاز دارم، اما یه پیشنهاد بود گفتم با شما در نمیز. ببین به نظر من اگر که واقعا به خودت اعتماد داری که مثلا من یک پروداکت منیجرم و من میتونم، آره
به نظر من ناردی که هستی دیگه. چه فرق داره ایران پروداکت منیجر بشی یا هر جای دیگه دنیا پروداکت منیجر؟ پروداکت منیجر یه سری اسکیل داره، اونا رو انجام میده، اون کارش. نه من بر اساس تجربیات دوستان هر حتی بعضیشون میگفتن اگر میخوای بری اروپا نرو، یعنی خیلی نظر منفی رو اروپا داشتم برای این پوزیشن. نمیدونم والا. البته توی شرکت قبلی که ما بودیم تعداد پروداکت منیجرها خیلی بیشتر بود و من و یکی دیگه از همکارام غیر اروپایی بودیم. ایشون از روسیه اومده بود، منم که از ایران، و بقیه اروپایی بودن. ولی خب بازم مثلا یعنی دارم میگم که شرکت بازم کس دیگه ای هم داشتش که غیر اروپایی بود. این شرکت جدیدمون کلا همه آلمانیان، ولی خب ببین دارم اینو میگم شرکت کلش آلمانیان، همه آلمانیان از اول تا آخر. منم اصلا تک افتادم. خیلی مرسی از توضیحاتتون، من وقت دوستانو نگیرم. خب بریم رزومه بعدی رو ببینیم. سلام، ببخشید میشه من یه سوال کوتاه بپرسم؟ بچه یه مسئلهی که اشاره کردین این بحث همپوشانی بین پوزیشن ها بود و اون سابقه کاریه، که خب توی رولایی مثل مثلا توی شرکت شما باشید یا اصلا توی شرکت هم نباشید، همزمان تو دوتا شرکت یه چیزهایی که حالا آدم حس میکنه نباید همپوشانی داشته باشه رو مثلا اوکی، ولی خب سوالم اینه که یه چیزی مثل فریلنسری، خب مثلا یه دیولوپری هستش که همزمان تو کریرش مینوال که مثلا کار کرده، فول تایم هم کار کرده، تو تایمان دیگرش حالا پروژه‌ای هم کار کرده، این هم شامل اون قضیه میشه یا اینکه مسئله ای نداره؟ حالا فکر میکنم میلاد جان بهتر بتونه جواب بده. فکر کنم آره میلاد بهتر اینو جواب بده. اما کلا ایدم اینه که رزومتون رو فوکوس نسبت به اون خطاب پوزیشنی که میخواین که اپلای بکنید، خطاب مودیفای بکنید. واسه خاطر همین نمیدونم، من خودم فکر میکنم مشکلی داشته باشه که مثلا همزمان چند جا کار بکنین، همپوشانی داشته باشه یا هر چیزی. من فقط تو رزومه قبلی فکر کردم که شاید فراموش کردن که یه پوزیشن رو تمام بکنن و بعدی رو چیز بکنن، چون من این کار رو کرده بودم. علت این که ذکرش کردم همین بود. ولی هیچی ارزش فوکس بودن رزومه رو نداره به نظر من، یعنی هیچی رو فدای اون مسئله نکنید. البته این در شرایطیه که مثلا اون پروژه هایی که توی اون فریلنسری انجام شده یه ولیوی با ارزشی داشته باشه، یعنی مثلا مسلما اگه چیز بی ربطی باشه خب آدم نمیاره تو رزومه بنویسه، ولی خب منظور این بود که اگه واقعا یه چیز ارزشمندی باشه که یه پوینت مثبتی باشه این شرطش چجوری میشه. بازم مرسی از جوابت. ببین من یه مثال بزنم، مثلا الان اینجا یه دونه نمیدونم چقدر میشناسین و اینا، یه دونه شرکت هست به اسم اکوزیا که این یه سرچ انجینی داره، یعنی گوگل سالمه در اصل. سالم هم که میگم به خاطر اینکه شما با هر سرچی که انجام میدی اولا کلا کربن فوتپرینت و ایناشون رو کلا زدن رفته و اینا، و هر مثلا هر 17 تا سرچی که میکنی اینا یه درخت میکارن، یعنی یک شرکت کاملا دوستدار و طرفدار محیط زیست و ایناست. و خب مثلا شما اگر بخوای اکوزیا اپلای کنی و اگر مثلا توی اون پروژه هایی که کار کردی فریلنسر یا اینا مثلا با یک جمعنم ایران یا سری سرچ انجین و اینا برای اینکه مثلا بریم اینترنت ملی و اینا داشت نمیدونم چی جوی و اینا سالی سه دفعه افتتاحشون میکردن. آره آره آره. اگه اونجاها کار کردی مثلا به عنوان فریلنسر و اینا قطعا باید بنویسی، واقعا اینکه خب تجربه خیلی مشابهیه و خب داره ولی اضافه میکنه دقیقا برای اون شرکتی که داری اپلای میکنی. و اینکه من واقعا اینو بگم که من بر اساس شرکتی هم که میخواستم اپلای کنم رزومم رو تغییر دادم، یعنی مثلا چه میدونم توی زمانی که من نووا بودم من خب با دیجی استایل کار میکردم، من بودم مثلا 4 ماه 5 ماه رفت اینجکت شده بودم به تیم دیجی استایل و با اونا کار میکردم، و وقتی اینجا مثلا خواستم برای زالاندو اپلای کنم واقعا
اونو اومدم خیلی بولد نوشتم که آره من باید مثلا ورژن ایرانی زالاندو کار کردم و خب اونا براشون مثلا خیلی جالب و اینا بود که مثلا ایول نا و خب تغییر دادم براش و اونو نوشتم. خیلی ممنون، مرسی. بچه یه درخواست کوچولی هم داشتم، حالا سرجان احتمالا شما بتونید بهتر پیگیری کنیم. مثلا یه سری از دوستان هستن که مثلا جیمی عزیز که حالا لطف کردن رزومه ها رو ریویو کردن، حالا نه اینکه فقط توی وبینارا، خودشون هم حالا میپذیرفتن و بالاخره ریویو میکردن و یه پوینت هایی که داشتن رو میگفتن. خیلی خوب میشه اگه یه سری از بچه‌هایی که حالا تجربه بیشتری دارن مثلا بگن که ما بتونیم یه زحمتشون بدیم و خلاصه براشون مثلا بفرستیم و پوینت های مختلف و نظرهای افراد مختلف رو بتونیم داشته باشیم، چون بالاخره خیلی بهتره، کمتر هم بایاس میشه. مثلا البته طرف میتونه حالا در حال یه جنبندی بکنه و تأثیر خیلی خوبی داره به نظر من، چون هم مثلا هم پوینت های جیمی شخصا روی رزومه خودم خیلی نتیجه خوبی داشت و کاری که کردم احساس کردم که داره بهتر نتیجه میده. ببین یه توضیح بدم که اولا که خب جیمی که واقعا رزومه رو بررسی میکنه، یعنی همون آیدی تلگرامش و توییترش یکیه و گفته که هر کی میخواد برای من بفرسته من بررسی میکنم و کلا همه ویلکام هستن برای اینکه من جیمی رزومه بفرستم. ولی یه پوینتی که من واقعا فکر کنم که شاید بچه‌ها تنبلیشون بیاد اینه که مثلا الان من حداقل توی رزومه حس کردم که بچه‌ها وبینار جیمی رو ندیدن، چون یه سری موارد خیلی مثلا در مورد همین مریشال استاتوس، در مورد سم، ما بارها بارها مثلا تو وبینار مختلف صحبت کرده بودیم و اینکه مثلا تایتل حتما داشته باشه. من فکر کنم اگه یه بار بچه ها این وبینار رو ببینن و اون چیزایی که گفته رو اپلای کنن، بعد رزومش رو بدن که بچه ها حالا مثل میلاد، گنچه، جیمی، حالا همه کسی که ما باشون وبینار داشتیم ریویو کنن، خیلی اون مدل به نظر من پروداکتیو تره تا اینکه باز مثلا بیاد از صفر همه چی رو بخواد بگه. ولی اینم که باز هم میلاد که میدونم که اصلا خیلی کمک میکنه حتی تو کل پروسه اینترویو، معرفی و جاب آفر رو تا اینکه شما لند کنید تو فلان رو کنم بتونید دیلا کامل میگید. ولی چشم حتماً. خیلی ممنونم، لطف میکنم. خب حالا رزومه بعدی هم بررسی کنیم. یه رزومه دیگه هم مسعود فرستاده که اونم اگه فرصت بشه دیگه ما نهایتاً 10 دقیقه دیگه جلسه رو تمام کنیم که وقت بچه‌ها رو نگیریم. خب ببین یه سریع اینم بگم که برای من اگر رزومه ها رو بفرستین توی چیز، توی هر جایی، چه توییتر مثلا تو دایرکت برام بفرستین، چه توی تلگرام، من نگاه میکنم میتونم بیشتر بخونمش و اینا، چون الان خب خیلی سریع داریم چیز میکنیم دیگه، یه نگاه کلیم داریم میکنیم. بازم اینو بگم که از چیزای از ساختارهایی که مثلا در حال حاضر وجود دارن استفاده کن. مثلا خب پروفایل اونجا نوشتی، خب خیلی جاها اینو بهش میگن سامری، مثلا خود لینکدین هم بهش میگن سامری. مثلا حالا بخوایم خیلی هم پروداکت منیجر بهش نگاه کنیم، شما نباید یوزر اکسپریانس کاربر رو تغییر بدی وقتی یه چیزی کار میکنه، به چیز بهتری میتونی تغییرش بدی، ولی نه چیزی که مثلا ولیو اضافه نمیکنه. مثلا اونجا همچنان به نظر من بنویس سامری و همچنان از اکسپریانس شروع کن و اینا به نظرهای منه. میشه و بعدش بیا برو به اچیومنت و اسکیل و اینا. میشه یکمی بری پوینتر من بقیه اکسپریانس ها رو هم ببینم؟ مرسی. اوکی. چون اولی شد که دیدم نوشته بودی پرادکت اونر، بعد تایتلت پرادکت منیجر بود، یه لحظه میخواستم این شکل بشم که خب چرا مثلا این دوتا داره با هم دیگه خیلی فرق میکنه و این کار درستی نیست، ولی بعدش دیدم که خب بقیهش مثلا پرادکت منیجر رو اوکی شد. ببین همونطور که گفتم خیلی از این اسما رو مثلا تو منپیو خیلی
یا ایبیلیتو یا هم تقریبا همه این اسمایی که مثلا تو ایران رو میشناسیم و اینا شرکت های معروفی هن تو ایران، خب هیچ کس نمیشناسه هیچ جای دیگه. واسه همین اینا رو بعد اول یه توضیح کوتاهی در مورد شرکته بدی، مثلا تو من پی یه شرکتیه که فلان کارو میکنه. آها توضیح دادی، اوکی. ولی میدونم نوشتی که مثلا فینتک اپه، ولی به نظر من بیا یه توضیح خیلی کوتاهی بده، مثلا تومن پی ایز فلان فلان، بعدش بنویسی که من در زمانی که تومن پی بودم این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، این اتفاق افتاد توی تومن پی و مثلا فلان چیزا رو یاد گرفتم. و مثلا فودال مثلا یه شرکتیه که فودال نمیدونم واقعا چیه، مثلا چه میدونم یه شرکت دلیوری غذا احساس میکنم که مثلا 10 ساله که داره کار میکنه، البته چون کوفاندری احتمالا همون 2017 مثلا شروع به کار کرده. و وقتی هم که یه چیزی که خیلی مهمه اینه که وقتی که مثلا فاندر، کوفاندر، حالا executive director چیزایی نقشه خیلی مهم و گنده‌ای توی شرکت دارین، خوبه که تهش بنویسین که چرا از اونجا رفتین، چرا دیگه اون الان پوزیشن اصلیتون نیست، چطور میشه کوفاندر مثلا دیگه نباشه تو اون شرکت، های شرکت تعطیل شده رفته، یا اینکه شرکت هست شما مثلا اکتیو نیستی دیگه توش، اگه این اتفاق افتاده چرا اکتیو نیستی دیگه توش. این چیزا معمولا خیلی کمک میکنه یه سری چیز شفاف بشه برای تیم دیگه. اینا پوینت هایی که من توی بررسی اول دارم میبینم. و اینکه بازم به نظر من بولت پوینت خیلی چیز قشنگی نیست. این باز نظر منه به عنوان یک پروداکت منیجر. به نظر من بولت پوینت توی رزومه خیلی زیبا نیست، خیلی کار اصولی نیست. پرسنالیتی رو بازم به نظر من لازم نیستش واقعا بگی. اینا میتونه جای میتونی مثلا پرسنالیتی رو مثلا توی سامریت بگی، مثلا بگی که من یه آدمیم که خیلی مثلا چه میدونم خیلی مثلا اینجوری هم اینجوری هم اینجوری هم، مثلا تو پرانتز هم بنویسی مثلا ENFP. توی سامریت مثلا میتونی نارا بگی، یا مثلا توی کاور لتر شاید بهتر حتی باشه، مثلا لازم نیست واقعا توی رزومه بیاد پرسونالیتی. اگر شرکتی واقعا بخواد اینو بدونه تست میگیرن، یعنی معمولا شما هم اگه بهشون بگی اونا تستو میگیرن، یعنی فرقی نمیکنه براشون، فقط به گفته شما بسنده نمیکنه. و آره اینا چیزایی که در بررسی اول به نظر من میاد. و اینکه به نظر من میتونی کانتکت رو بالای صفحه بذاری، جایی که مثلا داری اسم و تایتل تو میذاری کانتکت تا مثلا همون جلوش بنویسی. این هم باز دارم میگم بخاطر اینکه مثلا استایلای رزومه ها معمولا این شکلیه و مثلا ریکروترها تند دارن بررسی میکنن صفحه ها رو، معمولا این چیزا راحت تر به چشم میاد. یه سری چیز هست، یه سری، حالا نمیدونم جیمی بهش اشاره کرد یا نه، یه سری سایت هست شما میتونی رایگان رزومت آپلود کنی اونجا یه اسکوری میده. حالا درست هست خیلی ادق نیست و اینا، ولی خب خیلی چیزایی که میگن خیلی شبیه به چیزایی که واقعا ریکروترها نگاه میکنن و استفاده میکنن. شرکت قبلی ما یه تولی داشتیم که اون توله اصلا میومد بررسی اولیه رزومه رو انجام میداد و واقعا توله خیلی شبیه، یعنی اون چیزایی که آنلاین بودن مجانی بودن خیلی شبیه اون تولی بود که ما واقعا استفاده میکردیم، اسکوری که مثلا میداد و اینا. همین مگه چیزی هست؟ خیلی خب یه سری هم رزومه آخرین رزومه رو میخوای یه فیدبک بده؟ میخوای اینو برام بفرستی من نگاه کنم، چون که الان خیلی سرسری میشه و اینا. باش من اینا رو برای فوروارد میکنم ایمیل. اگر خود کسایی که هستن مثلا خود مسعود بهم مسیج بزنه توی تلگرام بهتره، به خاطر اینکه میتونم همونو
همونو راحت برش وایس بفرستم و جواب بدم. دارید آیدی تلگرام هم همون آیدی توییتر همه، همه جا همونا الان توی چت هم می نویستمش. خیلی عالی. بچه های کسی سوالی داره سوالتون بپرسین، اگر هم که سوال ندارین از بچه ها تشکر کنم. خدا بدهی. سینا یه سوالی کرده، داشتم یک سال دیولوپر یه پروژه بودم که لانچ شده، الان اون پروژه توی فاز مینتین هستش و تیمش داره توسعه میده، منم همچنان تیم ببین. نه شما الان واقعا داری فقط مشاوره میدی دیگه، مثلا اون پروژه الان لانچ شده، شما میتونی مثلا ته اون، به نظر من اینو، به نظرم شاید میلاد بهتره اینو جواب بده، ولی تهش، ته اون توضیحی که مثلا داری توضیح میدی که اون پوزیشن رو چه کار کردی تهش بنویسی. من همچنان اویلیبلم مثلا هم در کنار اون تیم و بهشون مشاوره میدم هر جایی که احتیاج به کمک من داشته باشن، ولی اکتیولی دیگه کار نمیکنی روش. میلاد نظر تو چیه؟ که سر به نظر من خیلی بیش از حد دقت کردن به جزئیات این سوالا رو پرسیدن، یعنی همه این سوالا جواباش رو تو اپلای کردن همه رو میگیدیم. یعنی حرف کلی من اینه که خیلی دیگه آبسس نباشید با دیگه خیلی جزئیات ریز رزومتون و اینجور چیزا، شروع بکنید اپلای کردن. و من بازم اینو بگم که شما رزومه رو میفرستی، کاور لتر رو میفرستی، همه اینا رو میفرستی که فقط مصاحبه اول رو بگیری، یعنی بعد اون دیگه کسی شما با رزومت کار نداره خیلی، بعد اینکه مصاحبه اول رو گرفتی، مرحله اول رو بگذاری دیگه رزومت خیلی کسی وقت نمینه. یه سوالی هم پرسیده بودن که مدرکگرا هستن یا نه. نه من بدون مدرک تحصیلی هستم اینجا در خدمت. تو یه کلمه اگه بخوام جواب بدم نه. سلام مجدد، ببخشید مرسی که وقت گذاشتی، من سوال من بودم بگم یک چیز توضیح بگم از مدرک. این بود که مثلا الان مدرکی، حالا شما یکی میلاجان فنلاند و شما چه برلینه، این که مثلا الان من برم دنبال مدرک یه ست راجب حداقل راجب پوزیشن های دیولوپری این رو مطمئن است، یه سری پوزیشن هستن شبیه چه پروژکت منیجر ها که فرضاً مثلا فکر میکنم که خیلی هم اتفاق تاثیر جدی داشته باشه، مداره که مثلا پیمباک یا مثلا پی ام پی یا اینجور چیزا، ولی مداره که اجایل حداقل تو صنعت نرم افزار واقعا هیچ معنی و مفهوم و ارزشی ندارن. منم کاملا موافقم. من هیچ یعنی نه شرکت الان نه شرکت قبلی هیچ کدوم نمیدونن من چه سرتیفیکیتایی دارم چی ندارم، تو لینکدین هم بیشترشون نیست. بچه ها یه سوال کوچیکی هم حالا من بپرسم، این که اکامپلیشمنت و مثلا یه سری کارهای آمول منفعه و داوطلبانه، مخصوصا برای اینو با فرض این که حالا رزومه دیولوپریه مثلا یه بک اند دیولوپر، چقدر تأثیر داره و اینکه ارزش داره که مثلا به خاطرشون سایز رزومه رو یه ذره بزرگتر بکنیم، مثلا چه میدونم یه پاراگرافی یا دو تا پاراگراف بهش اضافه بشه یا نه. مثلا کسی که به دانشگاه توی مثلا انجمن علمی سری ورکشاپ و اینا داشته، یا مثلا کارهای یه سری کارهای مثلا کنفرانسی و اینجور داستانا داشته که البته مرتبطه با حوزه کاری خودش باشه. رزومه واقعا تو پوزیشن دیولوپری از اونجایی که میگن سایز ماترز، به خاطر همین نمیدونم، من خودم صحبت جیمی رو ندیدم، به خاطر همین رفرنس دیگه ای هم ندارم. حسی اگه بگم میتونه حس مثلا چند بودی بودن رو بده و حس خوبی داشته باشه، ولی بازم اینم
میره تو دسته اون سوالایی که خیلی دقت به جزئیات ریزیه که دیگه مثلا واقعا شاید مثلا یه خط رو اضافه کردن نکردن خیلی فکر نمی کنم تفاوت خاصی بکنه در نهایت. مرسی نام. بچه من آیدی تلگرام قنچر تو گروه گذاشتم. یکم پرسیده که رزومه پی دی اف بهتره یا نسخه آنلاین، مخصوصا برای فرانت اند دیولپر. به این من برای پروداکت میتونم بگم و از طرف ریکروترا میتونم بگم که پی دی اف بهتره. ولی میلاد شما همیشه پی دی اف میخوان، ولی تو رزومه پی دی اف اگه آدرس سایتتون اینا رو بذارید خوبه. مرسی، خیلی عالی، ممنون که وقت گذاشتین، خیلی بیشتر از اون چیزی که صحبت کرده بودیم تایم گذاشتین. قنچه جان، اگر که حالا آفری چیزی بود برای پروداکت منیجمنت ممنون میشم که شیر کنی، حالا تو توییتر اگه بذاری که قطعا ریتوییت میکنیم، لینکش هم شیر میکنیم تو گروه تلگرام. و اینکه ازت واقعا خیلی ممنونم، برای وبینار بعدی هم برای پروداکت منیجمنت هم با تمایل میکنم. من فقط یه دو تا چیز خیلی کوچولو بگم. یک، برای چیز، برای پیدا کردن پوزیشن واقعا گلاس دور و لینکدین رو نگاه کنین. هی برای پروداکت این دوتا رو بیشتر شرکت‌های خوب میذارن، نگاه کنین واقعا اپلای کنین. دو، اینکه فقط شرکت نیستش که قراره شما رو مصاحبه کنه، شما هم قراره شرکت رو مصاحبه کنین. واقعا ببینین چی میخواین و توی شرکت دنبال اون باشین. همینطوری واقعا تن به هر شرکتی به نظر من ندین، اگر که ببینین چقدر براتون میارزه، چقدر واقعا اصلا خودتون، ولی بدونین که راحت کار، یعنی چیز سختی نیست، چیز مثلا کار شاقی نیستش که مثلا شرکت ها داره به شما لطف نمی کنه که به شما کار میده و ویزا اسپانسرشیپ میکنه. من حالا یه توضیح در مورد، چون فکر کنم اکثر بچه‌ای که اینجا هستن شاید مثلا کوفاندر یا فاندر بودن به پروژه هاشون، من توضیح بدم که هفته آینده ما یه وبینار داریم با بهار که استارتاپش رو برده فرانسه، استیشن اف، و قراره که کامل به توضیح بده این پروسه رو که چجوری اپلای کرده، چجوری رفته اونجا و اینا. فکر کنم باز برای بچه‌هایی که الان اینجا هستن شاید خیلی مفید باشه. مرسی بچه ها، شبتون بخیر، ممنون که وقت داشتین. خدا خیلی. مرسی. خدا خدا.